سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید، با ما همراه باشید با در یک نگاه این ساعت. نیوز مکس آمریکا نوشت رهبران کنگره این اطلاعات را از وزارت خارجه آمریکا دریافت کردند. بر اساس این اطلاعات رژیم ایران همچنین در تلاش است تا برایان هوک نماینده سابق آمریکا در امور ایران را نیز ترور کند. کنگره در 20 زمان مختلف از تهدیدات معتبر علیه برایان هوک که سیاست دولت ترامپ علیه رژیم ایران را رهبری می کرد مطلع شده است. این منبع افزود در ماه مه گذشته FBI فاش کرد در جستجوی افسر اطلاعاتی رژیم ایران مجید فراهانی است. به گفته FBI فراهانی افرادی را برای عملیات در آمریکا استخدام می کند تا مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا را هدف حملات مرگبار قرار دهند. دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا در حساب ایکس خود خواهان لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا همانند آمریکا و کانادا شد. نماینده اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ما انتقال اخیر موشک‌های بالستیک ساخت رژیم ایران برای جنگ در اوکراین را به شدت محکوم می‌کنیم. این انتقال یک تهدید مستقیم برای امنیت اروپا است و نشان دهنده تشدید مادی قابل توجهی از عرضه پهپاد و مهمات رژیم ایران است که در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است. نمایندگان کشورهای مختلف در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد امنیت و خلأ سلاح، برنامه موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه را محکوم کردند. نماینده آمریکا در کنفرانس خلأ سلاح گفت در خاورمیانه رژیم ایران به حمایت و تسلیح سازمان‌های تروریستی ادامه می‌دهد. نماینده انگلستان در کنفرانس خلأ سلاح گفت صلح و امنیت بلند مدت در خاورمیانه بدون برخورد با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران محقق نمی‌شود. ما به محکومیت حمایت مداوم رژیم ایران از نیروهای نیابتی و شرکای آن ادامه می‌دهیم. رژیم ایران به تأمین تسلیحات متعارف پیشرفته به این گروه‌ها ادامه می‌دهد که برخلاف قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت است. Iran's nuclear program is more advanced than ever. ادامه خبرهای در یک نگاه. جمعی از بازنشستگان در یزد و همدان، کارگران ارکان سالس و پشتیبانی شرکت‌های پیمانکار پالشگاه‌های مختلف پارس جنوبی و غارت شدگان شرکت شاهین در تهران در اعتراض به سیاست‌های چپاولگرانه و ضد مردمی رژیم آخوندی تجمع و تظاهرات کردند. داد بزن، حق تو فریاد بزن. حقوق عادلانه حق مسلم ماست.
بازی حمایت میکنه، میدان خیانت میکنه، بازی حمایت میکنه، میدان خیانت میکنه. روز سه‌شنبه 8 آبان دژقیمان خامنه‌ای در یک جنایت فجیع ضد بشری در زندان ارومیه انگشتان دست راست دو برادر به نام‌های شهاب و مرداد تیموری را با گیوتین قطع کردند. پنج زندانی دیگر در ارومیه در نوبت اجرای حکم قطع عضو هستند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعی در این باره افزود در 40مین هفته از کارزار سه‌شنبه‌های نوه اعدام زندانیان در 24 زندان در سراسر ایران دست به اعتصاب قضا زدند. صبح سه‌شنبه جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل بیمارستان شفا در نزدیک مجلس ارتجاء در تهران برای دومین هفته متوالی دست به اعتراض و تظاهرات زدند و شعار اعدام نکنید سر دادند. ماموران سرکوبگر انتظامی به تظاهرکنندگان یورش برده به ضرب و جرح آنها پرداختند و شماری را دستگیر کردند. آخوند محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی رژیم گفت وظیفه قوه قضاییه در راستای حفظ امنیت جامعه برخورد سریع و محکم در چارچوب قوانین با مجرمین است. پرونده های اخلال در امنیت عمومی و روانی جامعه باید خارج از نوبت رسیدگی شود. وی افزود امروز آثار سلاح نرم دشمن از سلاح جنگی و موشک بیشتر است و یک خبر، یک مقاله و یک مطلب بعضن آثارش بسیار زیاد است و به افرادی که در این شرایط کشور بعضن غافل هستند یا آمدن چنین کاری میکنند توصیه میشود که آب به آسیاب دشمن نریزند و در صورت تکرار با برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. بینندگان عزیز، این بود در یک نگاه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار شما.